با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم و امیدوار هستم که صحبتهایی که امروز در نظر گرفتیم در برنامه مورد استفاده و کاربرد شما خوبان قرار بگیرم. همچنین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، دعوت کردیم از خانم ناصری عزیز و قرار هست در خصوص پرسش امروزی از ایشان بشنویم. سلام بر شما خانم ناصری عزیز، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیز شما و بینندگان عزیز تلویزیون تمدن، عصرتان بخیر. سلامت باشین خانم ناصری عزیز. یک پرسشی مطرح کردیم به سلسله مباحثی که در چهارشنبه های قبلی داشتیم. یقینا زمانی که زندگی مشترک تشکیل میشه، یک سری انتظارات و توقعاتی نسبت به شریک زندگی وجود داره. یک موضوع هم خوب است که می ابتدا اشاره بکنم. منظور از انتظارات و توقعات همون توقعات و یا انتظاراتی هستش که قانونی، شرعی و در واقع میتونیم بگیم که جزء اساس و پایه یک زندگی مشترک هست. در این برنامه در خدمت شما هستیم تا به این پرسش پاسخ بدیم خانم ناصری، که یک خانم از شوهر خودش چه انتظاراتی میتونه داشته باشه، یا به زبان ساده تر وظایفی که یک مرد نسبت به زن در خانواده داره چی هست؟ درسته. بله، همینطور که شما اشاره کردین، واقعا اساس قانون زندگی مشترک را خود خانواده تشکیل میده، یعنی زندگی مشترک زن و شوهر. پس آمد اینا پایه و اساس قرار گرفت برای اجتماع، برای یک زندگی مشترک، و این پایه و اساس باید بر یک مبنای استوار باشه، و او مبنا اولین گامش اما صمیمیت و محبت است که باید در بین این دو تا زوج قرار داشته باشه. یعنی همینطور که ما فرمایشات داریم، ائمه علیهم السلام میفرمایند، یعنی شما وقتی زندگی مشترک را آغاز میکنین، همکف و همسطح خود انتخاب کنین. پس وقتی اگر همکف و همسطح نباشه، پس او صمیمیت و محبت واقعا وجود نداره به طور واقعیش. پس وقتی که اگر همسطح و همکف انتخاب شد، این محبت و صمیمیت در قانون خانواده ایجاد شد، پس زندگی واقعا زندگی زن و شوهر چی میشه؟ زندگی سراسر از محبت باشه و درک و فهم و تفاهم باشه، دیگه زندگی که عواقبش تربیت فرزند هست و همینطور تحویل که در اجتماع هست و خود اجتماع کلن چی هست، زندگی موفقیت آمیز را یک خانواده میتونه در این مسیر طی کنه یا داشته باشه. ولی متاسفانه در جامعه امروزی، در خانواده های ما، شاید حالا یک سری از یا خواسته یا نخواسته یک سری از فرهنگ ها آمده جایگزین شده که اساس و مسیر واقعی زندگی اصلا یک رنگ دیگه ای گرفته، اصلا بیشتر چشم هم چشمی ها، بیشتر خیلی از مسائل متاسفانه یا بگم اهمیت داده شده یا مود شده، که اصلا او اصل بحث خانواده، او اصل محبت و صمیمیت کلن رنگ بوی دیگری گرفتن. مثلا زندگی مشترک وقتی دارن، اصلا خود خانم درک نمیشه در خانواده ها، مثلا احساساتش درک نمیشه، مثلا تو چی خواسته داری، مثلا یا چی نیاز داری. فقط بعضی از خانواده ها یا بعضی از فرهنگ های طوری جایگزین شده که همی که مثلا پول داشتی و همی که مثلا نیازمندی های جزئی یا اجتماعی رفع شد دیگه، یعنی ای که تمام و کمال دیگه همه نیازمندی های یک زندگی خانواده تکمیل میشه، در حالی که اینطور نیست. متاسفانه فقط با پول، فقط با دارویی، فقط با آسایش نمیشه او تمام اون یک سری از ظرافت هایی که در زندگی مشترک مهم هست. واقعا که ما و شما با یک زندگی ره که اسلام گفته، یک زندگی که باید در اجتماع ما موفقیت آمیز زندگی بکنیم و فرزندانی رو باید تربیت کنیم، داشته باشیم. پس بناً باید عمیق اندیشیده شده، مثلا خود خانواده ها، خود همسرها، مهمترین چیزی که گفتیم صمیمیت و محبت هست که اینا رو باید ابراز کنن. بعضی وقتا یک سری از اخلاقیات رو دارن، متاسفانه خانواده ها میگه اگر ما مثلا ما خیلی محبت کنیم طرف پر رو میشه، یا مثلا سیاست رو باید داشته باشیم که در اول زندگی او رو حفظ کنیم که فردا نمیفهم یک سری مسائل هایی که نمیفهم سنتی و پیش با افتاده هست، که یک صحبت هایی که نمیفهم زن سالاری شوه و نمیفهم زیر سوال بره سیاست و غیرت، یک همچین بحث هایی در خانواده متاسفانه هست که اصل پایه و اصل هدف زندگی کمرنگ میشه و در نظر گرفتن نمیشه متاسفانه. و یک موضوع دیگه که خیلی واقعا پیش میاد که جدیدن و اواخر در
اجتماعی ما رسم شده که وقتی که دو تا زوج ازدواج میکنن فقط به حیث یک خدمتکار میتونیم بگیم، حتی به حیث یک نوکر در خانه اینطور اگه احساس میشه یک کلفت باری و بدور از اینکه یک تفاهم در بین این دو تا زوج باشه یا یک صمیمیت محبتی باشه. و حتی هست که خیلی از مردها بیرون از شهر یا بیرون از کشور شغل‌هایی دارن و او همسر بنده خدا همی که یک چند تا لباس مجلل برش گرفتن یا مثلا یک چند تا زیورالات دیگه فکر میکنن که تکمیل و تمامی خواسته های یک زن همی هست و بس، در حالی که متاسفانه این خودش خود یک زن احساس میکنه که بالاخره اگر دو روز یا چند روز اگر در این رفاه و آسایش خوش باشه و بعد از او یک سری از معضلاتی که واقعا پیش میاره این است که افسرده میشه، واقعا با اون محبتی که نیاز داره با اون محبت نمیرسه، با اون توجهی که باید درش شوه در اون توجه برش نمیشه و متاسفانه گوشگیر و دل سرد و افسرده میشه که عواقب خیلی بدی برای فرزندان، فرض که یک مادر که واقعا با این روحیه بخواد فرزندی را به دنیا بیاره چگونه میتونه این فرزند تربیت کنه. متاسفانه این گونه فعلا رسم شده که واقعا عواقب وخیمی داره که ما متاسفانه متوجه نیستیم، خانواده ها متوجه این موضوع نیستن. بسیار خوب، دو نکته خیلی خوب را اشاره کردین خانم ناصری عزیز. یکی مسئله عشق و علاقه و محبت و دوست داشتن که یقینا اگر در بین پدر و مادر باشه این سرایت میکنه بین فرزندان، و یکی هم مسئله توجه. فکر میکنم این دو نکته خیلی مهم است، خصوصا برای یک زنی که حالا از او احساسات سرشار است و دیگه احساس میکنم همه انسان ها نیاز به توجه دارن، هم خانم ها در این بین خصوصا در زندگی مشترک بیشتر از هر فرد دیگه شاید این احساس داشته باشن. یکی از مسائلی که مطرح میشه خانم ناصری شما در بین صحبتتون اشاره کردین، متاسفانه یک سری وظایف در خانه ما تعیین کردیم از لحاظ اخلاقی که خانم ها رو در خانه انجام میتن و در مقابل او پیش نو تحسین و تقدیر و تشکری که نمیشه هیچ و در صورت کمکاری ممکن هست که در واقع سرزنش شون مورد نکوهش قرار بگیرن. میخوایم صحبت های شما رو بشنویم. زمانی که یک مرد در بیرون کار میکنه و در واقع یک مسئولیتی داره نسبت به خانواده خودش، خب یقینا یکی از وظایفی که زن داره هستش که خب از او تعریف کنن، تمجید بکنن، تشکر بکنن. من فکر میکنم که عین این قضیه در مورد خانم هم صدق میکنن. یقینا خانومی که در خانه زحمت میکشه، تربیت فرزندان به عهده داره یا مسئولیتی که در او خانه برش تعریف شده، این نیاز به تحسین و تشکر داره سر به همسر. قطعا واقعا ببینید وقتی که خداوند در قرآن کریم میفرما وجعل منکم مودته و رحمت، شما رو من قرار دادم برای صمیمیت و محبت و دوستی، یعنی منظور از شما یعنی همون زن و مرد هست که بله. شما را زوج قرار دارم، یعنی یک جورای ببینین خطاب خداوند برای شما ای که با هم دیگر شما را مکمل هم قرار دادم، یعنی همون محبت و دوستی را برای هر دوی شما قرار دادم. ولی متاسفانه وقتی که نگاه اینطوری باشه که خدای نخواسته زن یعنی همون کلفت، یعنی کار، یعنی زحمت، همش فقط کار کنه و هیچ توجه دیگه ای دهش نشوه، این متاسفانه کاملا اشتباه هست که فعلا ما دوچال همین موضوع و موزل در اجتماع هستیم. خب ببین وقتی زندگی با برابری شروع میشه، وقتی که با محبت و دوستی و به خصوص در کنار از این صداقت هست، یعنی خود صداقت که مثلا فرض که خود شخص یعنی مرد خانواده که تکیه‌گاه هست برای یک همسر، وقتی که انتخاب میکنه زندگی مشترک را یک زن که مملو از احساسات هست میخواد تکیهگاه قرار بده، یعنی تمام هم‌آغم خود همسر خود قرار بده، پس فکرش بکنیم آنی که مثلا فرض کن این مرد چگونه یک تکیهگاه هست که در کنار از این که باید قوی باشه، باید این که واقعا تکیهگاهی باشه که محبت و نظارت و صداقت و ابراز علاقه داشته باشه برای همسرش. بله، یعنی اینا همگیش برمیگرده برای مردی که باید اینا رو توجه داشته باشه، چون خانمش واقعا نیاز داره به همچین چیزایی. یعنی تنها صرف این نیست که فقط همین موضوع مالی باشه و همین مثلا اکتفا کنه در تمام بحث مالی یا خورد و خوراک، نخیر. و یگانه چیزی که واقعا نیاز داره یک خانم چون خودش احساسات داره، مملو از احساسات هست، محبت و توجه هست که ای اگر واقعا از طرف همسر
این ابراز علاقه نشود، مثلا به زبان آورده نشود، این توجه صورت نگیره، متاسفانه همو دلسردی اونمو گوشگیری و یک عقده و کینه ایجاد میشه در قلب این خانم که هر لحظه یعنی احساس میکنه که یک کینه رو باید ابراز کنه، این عقده رو باید چیکار کنه، سرش باز کنه، که متاسفانه عواقبش اونمو درگیری ها و مشاجرات لفظی هست در زندگی که باعث میشه این مشاجره حتی تا حدی که مثلا دلسردی برای طرف مرد پیش بیاد و برای خانم که دیگه معلومه دیگه زندگی و عواقبش تا آخره دیگه واقعا خیلی مواقع پیش اومده. خانم ناصری عزیز که یک جنجال را به پا انداخته خود این خانم و من فکر میکنم صرفا به خاطر عقده هایی هست یا احساس حقارتی هست که در درون خانم متحمل شده، خب یک جایی انسان هست یا فوران میکنه و خودش نشان میده. خیلی خوب است که بسیار نگاه عمیق‌تر داشته باشیم به مسائل زندگی مشترک خود ما. خانم ناصری اگر اجازه شما باشه یک میان برنامه ببینیم. مشاهده خدمت شما خوش. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما. یک میان برنامه آماده هست. با هم میبینیم برمیگردیم. تشکر که همچنان در کنار ما هستین. در خصوص انتظاراتی که یک زن میتونه شوهر خودش داشته باشه صحبت میکردیم، یقینا محبت و توجه و مسئله تشکر کردن و تحسین کردن از همسر یکی از نیازهای اساسی است که نه تنها زن میتونه از شوهر خودش انتظار داشته باشه، یقینا مرد هم میتونه که از همسر خودش انتظار داشته باشه و یکی از حقوق اساسیش میتونه در زندگی مشترک باشه. خانم ناصری عزیز، در کنار یه 3-4 مسائلی که اشاره کردیم که در واقع جز توقعات یک زن میره در زندگی مشترک، چه چیزهای دیگه این نیاز هست که مرد باید رو لحاظ بکنه و زن از همسر خودش تقاضا داره؟ بله، یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست واقعا در زندگی مشترک باید مراعات شده یا مرد خانواده به عنوان یک تکیه‌گاه و به عنوان یک بالاخره سرپرست خانواده مد نظرش باشه، ای مشاوره و مشورت در جمع خانواده هست که واقعا خیلی میتونه گره گشای تمام مشکلات حتی میتونیم بگیم باشه و یا میتونه راهکارهای درست و سنجیده را اصلا خود مرد خانواده در اجتماع یا مثلا در زندگی خود میتونه راهکارهای درست و سنجیده را برداره. خب ما روایت های خیلی زیادی داریم که پیامبر گرامی اسلام میفرمایه ببین بر هر کاری بر هر تصمیمی که میخوای بگیری مشوره کن. بله، یعنی در کنار این که ما میتونیم با حتی دوست خود با همکار خود مشوره کنیم، در کانون خانواده بهترین و نزدیکترین صمیمیترین کسی که در خانواده هست همسر انسان هست. خب چه بهتر که با همسر خود ما مشوره داشته باشیم در برابر همه مسائل، فرق نمیکنه اقتصادی باشه، بالاخره اجتماعی باشه، مشکلات باشه یا مثلا کار باشه، هیچ فرق نمیکنه چه مسائل باشه، چون از این طرف خود خانم که واقعا خود شخصیت مدیریت خانواده رو داره و از لحاظ روانشناسی هم یک خانم یعنی همو خود مدیریت اصلا در ساختار خود خانم می گنجه، محبت و مدیریت که همینطور فرمایش پیامبر گرامی اسلام که آمدن تقسیم کار کردن تنظیمات امور خانواده، مدیریت خانواده رو به فاطمه زهرا واگذار کردن. خب ببینید، پس یک مدیر همیشه مثلا فکرشان آرام هست و همیشه یعنی برای همه موضوعات در فکرشان داره یک برنامه ای، چون مسئولیت دارن، مسئولیت مدیریت را دارن، پس بناهن میتونه مشاور خیلی خوبی برای مردان یعنی برای شوهران یعنی برای همو زوج موفق میتونه که چیکار کنه، یعنی تمام مسائل خود را بیای مسائل یعنی البته تصمیم گیری ها رو میتونه خودش، ولی مشوره رو چیکار کنه بیای در کانون خانواده با همسر خود در میان بگذاره و اینجا خود همسر هم واقعا احساس میکنه که من در این زندگی مشترک یک سهمی دارم. واقعا این خودش یک توجه هست، یک توجه بیشتر میکنه. خانم ناصری، بعضی مواقع بعضی مردا گله میکنن که خب همسرم درک درستی از وضعیت کسب و کار من نداره یا از وضعیت و مشکلاتی که من در جامعه درگیر او هستم نداره. سوالی هستش وقتی که مردی نه به همسر خودش بگه درد دل بکنه یا گفته شما مشورت بخواید، خب او زن که علم غیب نداره که بتونه رو درک بکنه که واقعا همسرش در چه شرایط بد اقتصادی قرار داره یا در چه شرایط
اجتماعی زیقی قرار داره. وقتی که همین مشوره وجود داره، درد دل کردن وجود داره، یعنی برای همدیگه وقت میمونن، صحبت میکنن، از مشکلات همدیگه میگن، در کناری که تسلی خاطر پیدا میکنن از حرفهای همدیگر، من فکر میکنم یک درک بالایی از وضعیت همدیگر پیدا میکنن، میتونن حامی خوبی برای همدیگر باشن، حتی میتونن راهکارهای خیلی درستی را، یعنی با مشوره با همدیگر، با همدلی با همدیگر چیکار کنن، یک راه چاره یا یک راهکار درستی را چیکار کنن پیش پا همسر خود قرار بده، در زندگی مشترک با همدیگه استفاده کنن. موضوع بعدی که واقعا خیلی مهم هست، مسئولیت پذیری هست. یعنی یک همسر موفق، یک مرد موفق برای همسرش، یعنی برای خانمش، کسی هست که باید مسئولیت پذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی ببین، گفتیم همینطور که قبلا هم اشاره کردیم، واقعا یک زندگی مشترک فقط این نیست که تو درست و خوب بخوری و بپوشی و صرف همین بله. یعنی در کناری که باید این مراحل رو باید داشته باشیم که محبت، صمیمیت، صداقت و تکیه‌گاه باشیم برای همسر خود، و یکی از اون مسائل مهم زندگی مشترک مسئولیت پذیری است. خب یک همسر خیلی خوب، یک مرد مسئولیت پذیر در کانون خانواده میبینه که خب همسرش مثلا اگر دچار مشکل شده، اگر مثلا نیاز واقعا به تفریح داره، اگر نیاز به گردش داره، اگر خلاصه اینا رو باید چیکار کنن، نگاه کنه که چی نیازهایی یا چی مشکلاتی در خانوادهش هست، با عنوان یک تکیه‌گاه بیای این مشکل رو رفع کنه. یعنی مسئولیت پذیری واقعی و درست، یعنی ای که دنبال راهکار و رای چاره باشه یک همسر خوب. پس میتونم مسئولیت پذیری هم یک از شاخه های مهم زندگی مشترک یا یکی از همون بُعدهای مهم زندگی مشترک برای زوج‌های جوان، یا اصلا فرق نمی‌کنه چی جوان باشه، چی کسایی که بالاخره زندگی مشترک آغاز کردن، چی کسایی که دارای فرزند هستن. واقعا وقتی ببین این احساس‌ها و این تبادل نظرها اگر صورت بگیره در زندگی مشترک، قطعا وقتی که فرزندان در زندگی به دنیا میایه و رشد میکنه، بزرگ میکنه، نگاه‌های اینا هم تغییر میکنه و نگاه مثبت و نگاه خیلی برخورد خیلی خوبی رو میتونه از این برخورد پدر و مادر، اینا چون فرزند عکس پدر و مادر هست، اینا برداشت کنن و واقعا یعنی ما و شما خواسته نخواسته میتونیم با این تغییر رفتار در زندگی مشترک و رعایت کردن این مسائل در زندگی مشترک میتونیم فرزند خیلی خوبی رو هم تربیت کنیم. من فکر میکنم تمام این مواردی که شروع کردین زیر مجموعه اون چتر مسئولیت پذیری در واقع جا میگیرم. محبت، توجه، تمرکز کردن بر زندگی مشترک، تحسین کردن، احترام و خیلی از موضوعات دیگه که شما اشاره کردین، همش زمانی ما میتونیم از یک شوهر توقع داشته باشیم که در واقع مسئولیت پذیر باشه نسبت به خواسته‌های همسر خودش. خیلی تشکر میکنم از شما خانم ناصری عزیز، سپاسگزارم از اینکه دعوت امروزی ما رو پذیرفتین. برای شما روز موفقیت داره. سلامت باشین. تشکری خاص میکنیم از همراهی گرم شما خوبان که تا این لحظه در کنار ما بودین. همچنان که من اشاره کردم، یکی از اون موضوعات اصلی و اساسی که در زندگی مشترک نقش بیشتره ایفا میکنه و نقش کلیدی داره، مسئله مسئولیت پذیری هست. در قسمت بعدی همکار خوب ما آقای حسینی با مهمانشان در خدمت شما هستن. فعلا یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم.